استسقان رژیم به دست کم 9 جان باخته در اثر سیل، تخریب های گسترده و خسارات کمرشکن به مردم محروم در 12 استان کشور. 55 میلیون نفر در ایران در معرض سیل قرار دارند. اذعان یک آخوند حکومتی، فاضلاب اهواز 40 سال است با آبش قاطی می شود. این به آمریکا چه ربطی دارد؟ 25 میلیون حاشیه نشین شهر داریم. چه ارتباطی به آمریکا دارد؟ امروز 18/9/99 جاده پل کلل به سمت بوشهر جاده رو باز کردن بدون اینکه گلیلای کنار جاده رو بردارن و ماشینا اومدن لیز خوردن به هم. 5-6 تا ماشین همینطوری تصادف کردن. شاید هم بیشتر رو بر شما نمینیم. کی میخواد جوابگو پاسخگو مردم باشه؟ کی میخواد جوابگو مردم باشه؟ بدون اینکه جاده رو گلیلای تو جاده رو باز کن الان 2 روزه ولی همچنان همینطوری جاده پر از گل مونده. مردم هم میان لیز میخورن و هم بیا پشت همجوری تمام تصادف شده رفته تا بالا. شماره استانهایی که سیل و آب گرفتگی شدید خسارات کمرشکنی به مردم وارد کرده است به 12 استان رسید. علاوه بر استانهای خوزستان، فارس، تهران، اصفهان، یزد، کرمان، بوشهر، لرستان، چهارمحال و بختیاری و هرمزگان، سیل در روزهای یکشنبه و دوشنبه در استانهای گیلان و سیستان و بلوچستان خسارات شدیدی به مردم این استانها وارد کرده است. حکومت آخوندی که پیوسته سعی در کتمان خبرهای واقعی خسارات مادی و انسانی سیل و اعتراضات مردم است، دست کم به 9 جان باخته در اثر سیل اذعان کرد. یک هموطن در گیلان، 2 تن در بوشهر و 6 نفر در استان هرمزگان جان خود را از دست دادند. 3 تن از هموطنان نیز بر اثر سیل مصدوم شدند که در کرمان، بوشهر و هرمزگان به بیمارستان منتقل شدند. به گزارش رئیس سازمان مدیریت بحران رژیم، وضعیت استانهای بوشهر، هرمزگان و کرمان بغرنج گزارش شده است. در استان فارس، 14 شهرستان این استان شامل آباده، استهبان، مروزشت، رستم، خنج، شیراز، ارسنجان، ممسنی، نیریز، خرمبید، قیر، کازرون، فراشبند، خرامه و لامرد دچار سیل و آب گرفتگی شدند. آب گرفتگی معابر در شهر کنار تخته، آب گرفتگی مغازه‌های اون سم. می‌بینید دوستان؟
در شیراز بسیاری از محلات و معابر و برخی واحدهای مسکونی و تجاری دچار آب گرفتگی شدند و برخی از مناطق این شهر همان محله هایی هستند که در جریان سیل فروردین 98 دچار آسیب شدند. جهرم نیز از گزند سیل در امان نماند و زیانهای زیادی به این شهر رسیده است. سیل در استان بوشهر خسارت زیادی را به بار آورده است. از اینجا یا تابر پوین باله 200 کشاورز است که نابودش کرده. خما من به درامه بود کشاورزیه. نابودش کرده یا کل این دستگاه خونه تا سقف زیر آب بوده. الان شما ببینید با بالای کابینت کامل زیر آب بوده. خود سقف آب گرفته. یعنی ما 1000 تومان از دارامون سالم نیست. دارم تمیزش میکنم و همه زندگی رفته زیر او. همه جای برداشت کل زندگیم. منم از اول عمرم تا الان یه همه از این هر چی جمع کردم کامل رفت. زندگیم رفت. خونه دخترم رفت. میگم تا سقف خونه آب بوده. تنها داروخونه شهره. این مردم الان با 15-16 هزار نفر جمعیت الان داروخونه دیگه نداره. کل داروخونه خوش از بین رفت. دره لایروبی نمیشه. خاک برداری نمیشه که در عرضم به حضور سراشیبی خوبی قرار بگیره و آب کشش داشته باشه. بر اثر سیل در برازجان مردم تا کمر در آب ماندند. در مهریز یزد معابر دچار آب گرفتگی می شود و ماهشهر، بندر موسوم به امام، آبادان و خرمشهر را آب می برد. روزنامه حکومتی رسالت نوشت این ناشی از بی برنامگی و بی راه حلی دولت مردان است. در این اوضاع و احوال کرونایی با این حجم آب و فاضلاب رها شده در خیابانها چگونه میتوان با کرونا مقابله کرد؟ همین شهر اینجا میگره برق اتمان داره قرش میخونه و اندخل خود پوش من وقت نکردم خانم و بچه‌مو از تو خونه بیارم بیرون. همه زندگی من زیر آب. الان نگاه کنید 200 میلیون تومان با کارگری وام، 100 میلیونش وامه دادم جازی بره دخترم ببینین چی شده. اینجا همش نابود شده، همش از بین رفته. همه گلدونی و آذوقه و همه متاسفانه بر اثر این سیل به فنا رفت. همه این روستا شاید 300 دام داشتن که 200 تاش تلف شده. الان حدودا 60-70 تا گوسفند ما از بین رفته. 100 تا از گوسفندها اینجا زیر آوار رفته. رسانه‌های رژیم یک بار دیگر اعتراف کردند سریال سیل و خسارت‌های ناشی از آن در خوزستان آنقدر زیاد است که برخی از مردم این استان را به سمت تجمعات اعتراضی پیش برده است. در وحشت از خیزش و قیام مردم و به دنبال اعتراض به بی‌عملی کارگزاران رژیم از حداقل رسیدگی به مردم سیل زده و مصیبت دیده، پس از تجمع‌های اعتراضی مردم سربندر، رژیم به احضار و بازداشت برخی از کارگزاران رژیم در بندر موسوم به امام دست زده است. یک آخوند حکومتی به نام قاسمیان در گفتگو با تلویزیون رژیم اعتراف کرد در اهواز 40 سال است که آب و فاضلاب قاطی می شود. به حجت اینقدری که ما سر در آوردیم تو حاکمیت و این ورانور رفتیم به اعتقاد من تقریبا 80-20 80 داخلی مسئله ما 20 درصدش آمریکاست، 20 درصدش تحریم هاست. آقای مقصودی ببخشید این دلالی ارز در حقیقت 4200 رانت ارز 4200 دلالی خودرو نمیدونم فرض کنید فرار مالیاتی کجا آمریکا رب داره. آقا فاضلاب اهواز 40 سال داره و آبش قاطی میشه، بوه فاضلاب میده آب. آقا ما میریم توی اینجا
آقا اگر آقای مقصودی همین اتفاق این به آمریکا چه ربطی داره؟ اگه این اتفاق تو همین بالا شهر تهران تو همین خونه مسئولین افتاده بود، نه 40 سال، 1 ساعت بابا وزیر رو کرده بودن تو گونی. اگه این کارو کرد خب این چه ارتباطی با آمریکا داره؟ این نحوز واگذاری ها و خصوصی سازی ها این چه ارتباطی با آمریکا داره؟ یعنی شما هر موضوع اینی که الان ما روستاهایی رو بالاخره شما اطلاع دارید، ما تو این جهادی ها میریم خیلی وقتا سال بعد میریم روستا نیست اصلا، میریم حاشیه شهره. آیا چه 25 میلیون ما الان حاشیه نشین شهر داریم چه ارتباطی با آمریکا داره؟ خب شیرآباد زاهدان چه ارتباطی با آمریکا داره؟ حقوق نجومی مسئولین چه ارتباطی؟ اینی که فرزندانشون همش تو آمریکا و اروپا، خیلی از فرزندان چه ارتباطی با آمریکا داره اینا؟